بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق و عواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه و نیر برهانه و نوامی فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین و اللعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین عن الحسن ابن علی المجتبى صلوات الله و سلامه علیه من اتکل علی حسن الاختیار من الله عز و جل لم یتمنى انه علی غیر الحال التي اختارها الله له. امشب شب نیمه ماه مبارک رمضان و مصادف است امشب با شب ولادت سبط اکبر، فرزند بزرگ امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، حضرت امام حسن مجتبى صلوات الله و سلامه علیه. من ابتدا عرض کنم خیلی سریع نیمی از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، فرصت ها رو بایستی انسان غنیمت بشمرد، اقتنم الفرص، فرصت ها رو غنیمت باید شمرد. این بقیه ماه که لیالی قدر رو هم در پیش داریم، شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو هم در پیش داریم و نزول قرآن رو هم در لیالی قدر در پیش داریم و در شبهای آینده و روزهای آینده جنگ بدر رو هم در پیش داریم، ایام خاصی است. این فرصتها رو غنیمت بشماریم، بیشتر در خانه خدا ارتباط رو بیشتر کنیم، خداوند متعال یاد او رو، یاد خودش رو در حقیقت از ما زیاد خواسته. فرموده یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. و یاد او بودن به دنبالش یاد اوست از ما، اذکرونی اذکرکم. انشاءالله از این فرصت ها خوب استفاده کنیم تا به تعبیر امام صادق سلام الله علیه فرمود به پایان این ماه که انسان میرسد به آدمی گفته میشود جوائزتون رو دریافت کنید و اون جوائز حظ و بهره دنیوی نیست، بالاتر از این حظ و بهره دنیوی است، جوائزی است که بهشت است، جایی که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده. انشاءالله ما بتوانیم به اون جوائز برسیم، اون جوائز نصیب ما بشود با بهره‌گیری خوب از این ماه. امام حسن مجتبى علیه السلام سال سوم هجرت متولد شد. تقریبا اتفاق هست میان مورخین عامه و خاصه که حضرت نیمه ماه مبارک رمضان چشم به جهان گشوده، سال سوم هجرت. در نتیجه 7 سال با جد بزرگوارشون رسول خدا بوده و بعد از پیامبر هم 40 سال زندگی کرده، از سنه 11 هجری تا 50 40 سال میشه. از عمر مبارک حضرت 48 سال، قریب 48 سال عمر حضرت مجتبی علیه السلام بوده و
30 سال بعد از این 7 سالم در خدمت پدر بزرگوارشون امیرالمومنین سلام الله علیه بودن، 37 ساله بودن حضرت به شهادت رسید، حضرت امیر 10 سالم بعد از پدر، سال 40 هجری تا 50، 10 سال بعد از پدر بزرگوارشون زنده بودن. من ابتدا این حدیث رو که سیوطی در تاریخ الخلفا نقل کرده، حدیث جالبی است برای اون کسانی که میخوان سیر و سلوک داشته باشن و برسن به اون مقامات عالی ائمه علیهم صلوات الله، راه رسیدن رو نشان دادن که انسان چه بایستی بکنه. برخی تصورشون این است که رسیدن به اون مقامات عالیه حتما باید انسان یک سلسله سختی ها رو به خودش بخره، بیمار باشه، فقیر باشه، ایناست که انسان رو میرسون. حالا من حدیث رو، متنش رو خدمت عزیزان عرضه میکنم، ملاحظه بفرمایید ببینیم این راهی که حضرت مجتبی علیه السلام برای رسیدن به خدا و کسب رضایت خدا معرفی کردن و ما رو هدایت کردن به اون راه چیست. سویتی در تاریخ الخلفا نقل میکند که یک شخصی آمد خدمت امام حسن مجتبی علیه السلام و از ابوذر غفاری، این صحابی جلیل القدر، خدمت امام حسن علیه السلام یه مطلبی رو نقل کرد. ابوذر شخصیت برجسته است، خیلی بزرگوار، در میان صحابه رسول خدا یکی از ارکان اربعه یا خمسه اصحاب پیامبر، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، اینها ارکان اربعه از اصحاب خاص رسول خدا هستند. یکی از اونها ابوذر. احادیث فراوانی در فضیلت این صحابی بزرگوار نقل شد. علی ای حال ایشون مطلبی را از ابوذر نقل کرد برای حضرت مجتبی. عرض کرد آقا من از ابوذر غفاری شنیدم که او می گفت الفقر عندي احب الي من الغنى، من تهیدستی و فقر رو بهتر از ثروت و بی‌نیازی میتونه. خب این ریاضت، انصافا فقر رو هیچ کسی دوست نداره به حسب ظاهر، اما انسان در اثر ریاضت به اینجا رسیده باشه که فقر رو، تهیدستی رو، نداری رو، مسکنت رو بهتر از ثروت بدانه، این خیلی اوج گرفته. یه جمله دیگری از ابوذر نقل کرد، عرض کرد آقا سمعت ابوذر یقول المرض عندي احب الي من الصحه من العافيه، از ابوذر شنیدم که می گفت بیماری نزد من بهتر است از سلامتی و عافیت. عافیت یه نعمت بزرگی است، انسان چقدر بایستی ریاضت کشیده باشه و صبر کرده باشه که بیماری رو، مرض رو، ناتوانی رو بهتر از سلامتی و عافیت بده. امام مجتبی علیه السلام فرزند رسول خداست، خلقش، خلقش همانند پیامبر. ادب رو ببینید، فرمودن رحم الله ابوذر، خدا ابوذر رو رحمت کن، اول رحمت بر ابوذر فرستاد. ابوذر رو رد نکرد حضرت که نقد بکند سخن ابوذر رو، فرمودن اما من اینو میگم، فرمودن اما انا فاقول، اما من میگویم، من اتکل علی حسن الاختیار من الله عز و جل لم یتمنى انه علی غیر الحال
التي اختارها الله له. من میگویم اگر انسان امورش رو واگذار به خدا کرد، دیگر این که من اینو دوست دارم، اونو بهتر میخوام، اینا مال کسی است که امورش رو با خدا واگذار نکرده باشه. من اتکنه، کسی که اتکال کرد، تکیه کرد، واگذار کرد، علا حسن الاختیار من الله، خداوند متعال اون چی که برای انسان تقدیر میکنه اون بهترین چیزه، خصوصا برای بندگانش که در مسیر او حرکت میکنه. ما این آیات رو فراموش نکنیم. خدای متعال در قرآن میفرماید ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا به بندگانش رأفت داره، با رحمت برخورد میکنه، ذو رحمت واسعه هست. سر و کار ما با یه همچین خدایی است، نه با خدایی که العیاذ بالله او بندگانش رو دوست نداره، یک نفر رو خدا حاضر نیست ببره تو آتش. اگر قرار بود تو آتش ببره، باب توبه رو باز نمیذاش، نمیفرمود من قابل توبه، نمیفرمود من توابه، نمیفرمود من واسع المغفره هستم. این که از پیامبرش هم میخواد وعفو عنهم، از اونها در گذر. این برای همین خداوند بنده هاشو دوست داره، نمیخواد اینها به آتش برسن. اما گاهی آتش رو انسان با دست خودش و عمل خودش فراهم میکنه. در همین دنیا اگر انسان خودش رو از یک جای بلندی پرتاب کرد و آسیب به خودش رسوند، خدا نمیخواسته این آسیب رو ببینی، خودش با دست خودش این کار رو کرد. قرآن میفرماید جزاء بما کانوا یکسبون یعملون، این نتیجه کار خود شماست. به هر حال فرمود اگر کسی، آقای امام حسن فرمود اگر کسی امورش رو به خدا واگذار کرد که خداوند اختیارش و انتخابش برای بنده بهترین انتخاب خواهد بود. دیگه تمنا نمی‌کنه غیر از اون چیزی که خدا براش تقدیر کرده چیز دیگری باشه، چون خدا بهترینش رو برای انسان تمنا کرد. این در مسیر سلوک و حرکت بالاترین درجه است، انسان امورش رو به خدا واگذار بکنه. من همینجا عرض بکنم که اساساً سفرای الهی، انبیاء عظام الهی در دعوتشون و در اظهاراتشون همین بوده. خودشون می فرمودن که علیه توکلت و الیه انیب، از زبان حضرت شعیب خدای متعال در سوره هود نقل میکنه، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انی، علیه توکلت یعنی من بر او تکیه میکنم، امور او واگذار میکنم. یا از زبان حضرت یعقوب در سوره مبارکه یوسف خدا نقل میکند به فرزندانش فرمود که بر خدا توکل کن، یا به پیامبر گفته می شود که رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، فاتخذه وکیلا، او رو وکیل قرار بده، کارتو به او واگذار کن. واگذاری امور به پروردگار، یا این آیه شریفه که خدای متعال می فرماید افوض امری الی الله ان الله بصير بالعباد، اگر انسان با این دید که خداوند رؤوفه، یک بنده هاشو دوست داره، خداوند بهترین انتخاب ها رو برای بندش داره که در همین حدیث هست من اتکل على حسن الاختیار من الله، اگر انسان
اینطور عقیده داشت، اون وقت دیگه تمنا نمیکنه غیر از اون چیزی که خداوند متعال برای او خواسته. لذا در یک حدیثی هست که امام سجاد علیه السلام میفرماید من بیمار شده بودم در زمان پدرم امام حسین. پدرم آمد فرمود علی جان چی میخوای من دعا کنم خدا بهت بده؟ عرض کردم که انی لا اقتره علی ربی شیئا، من به خدا هیچ درخواستی رو نمی کنم، هیچ پیشنهادی رو مطرح نمی کنم. پدرم امام حسین به من فرمود که انک تضاهی ابراهیم الخلیل، این سخن تو شبیه اون فرمایش از ابراهیم هست که وقتی میخواستن او رو در آتش بیندازن جبرئیل آمد عرض کرد که یا خلیل الله الک حاجه، آیا شما حاجتی داری؟ فرمود اما الیک فلا، به شما نه. خدای متعال من رو داره میبینه، علمه به حالی کفاه ان سؤالی، او داره من رو میبینه دیگه، من بنده او هستم، نیازهای منم داره میبینه. انسان با این اعتقاد، یک عبارتی دیدم در برخی از کتب قدیم هست نقل شده و بعدها دیدم این استناد و امیرالمومنین سلام الله علیه داده شده که انسان در دعاهاش اینطوری بگوید، بگوید اللهم اغننی بالافتقار الیک، خدایا من وقتی احساس میکنم فقیرم، این فقر خودش غناست، اونم فقیر به تو هستم، اغننی منو بی‌نیاز کن بالافتقار الیک، به اینکه نیاز به تو داشته باشم. ولا تفقرنی بالاستغناء عنک، خدایا منو نیازمند نکن به اینکه من تصور کنم من روی پای خودم ایستادم، خودم هستم، همه چیزو خودم فراهم کردم. این در حقیقت فقره، فقری است که انسان خودش نمیدونه. این یک سخن از فرمایشات امام حسن مجتبی علیه السلام در این شب ولادت اون بزرگوار. امام حسن سلام الله علیه مشهور به کریم اهل بیت هست و این کرم رو انسان در جای جای زندگی اون حضرت احساس میکنه که واقعا حضرت مجتبی سلام الله علیه اینطوری بوده. کریم کسی است که میبخشه، از اوصاف حضرت حق کریم. کریم کسی است که میبخشه و از بخشش دریغ نمیکنه، بخل نمیورزه. امام حسن سلام الله علیه این خصیصه رو داشته، اگرچه تمام معصومین علیهم صلوات الله اینها صفات پسندیده رو همه رو داشتن، فضائل صفات رو و رذائل صفات رو نداشتن، اما گاهی برخی از این صفات تو زندگی برخی از ائمه تجلی کرده. مثلا علم در زمان حضرت باقر و حضرت صادق چون زمان ایجاب می‌کرده بروز و ظهور کرده. دعا در عصر حضرت سجاد بروز و ظهور کرده. بحث‌های با ادیان و مذاهب و علمای مختلف در عصر حضرت رضا سلام الله علیه بروز و ظهور کرده. یا در عصر حضرت هادی سلام الله علیه این خطابه ها، این مطالبی که به صورت زیارت مثل زیارت جامعه کبیره، مثل زیارت قدیر بروز و ظهور کرده. اینا بروز و ظهور هاست در عصر این بزرگوار. حالا در عصر حضرت مجتبی علیه السلام این کرامت بروز کرده،
و صبر، به طوری که حضرت مجتبی سلام الله علیه رو قهرمان صبر قلمداد کرد. همینطور انسان سختی ها رو بر خود بخرد، مشکلات رو تحمل کند، شانه خالی نکند، استوار بایستد. مصداق این آیه مبارکه است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. واقعا حضرت مجتبی علیه السلام این گونه بوده، اهل صبر بوده. وقتی جنازه حضرت رو تشییع می‌کردن، یکی از کسانی که خیلی حضرت اهانت کرده بود و حضرت رو آزار داده بود، مروان ابن حکم. این روایتی که عرض میکنم عامه و خاصه این روایت رو نقل کرده. شاید ابن جوزی صاحب کتاب تذکره همین عبارت رو نقل کرده که در تشییع جنازه حضرت مجتبی علیه السلام مروان ابن حکم حضور پیدا کرده بود. امام حسین سلام الله علیه به مروان فرمودن که شما تا دیروز اون همه به برادر من ستم کردید، جرعه های غیظ رو به اون نوشانیدید، آزار رسوندید، دشنام دادید، امروز هم آمدید در مراسم تشییع او حضور پیدا کردید. ایشون برگشت گفت نعم، من حلمه یوازی الجبال. کسی که حلم و بردباری و صبر او با این کوها برابری میکرد. واقعا حضرت مجتبی سلام الله علیه تو مسئله حلم و صبر فوق العاده بود. حالا راجع به کرم ایشون من دو سه تا نکته است عرض میکنم. ایشون معمولا کسی رو رد نمیکرد. معمولا افرادی که نیاز مالی داشتن به ایشون مراجعه میکردن، در حد امکان به اینها کمک میکرد، اعانت میکرد، از اونها دستگیری میکرد و اونها رو رد نمیکرد. یه وقتی یکی از جلسای اون حضرت، از همنشینان اون حضرت به حضرت عرض کردن که آقا خب این که نمیشه انسان هیچ کسی رو پاسخ رد بهش نده، همه رو با برآوردن حاجاتشون و نیازهاشون اونها رو بفرسته. شما خب برخی از این افراد رو رد کنید، به اینها پاسخ ندید، اینطور از اینها دستگیری نکنید. این که نمیشه شما همه مردم رو بهشون پاسخ مثبت بدید. امام علیه السلام یه بیان خیلی زیبایی داره، خیلی انصافا زیباست. در جواب این شخص فرمودن که من وقتی خودم سائل هستم و از خدا سوال میکنم، رغبت دارم و میل دارم من سائل رو خداوند متعال که مسئول از او سوال میکنم منو ردم نکنه و رد نمیکنه. من اون چه از خدای متعال خواستم خدای متعال داده به من. حالا من شرم میکنم خدایی که منو رد نکرده، سائلی که فرستاده میشود در حقیقت این سائل خصوصا اگه نیازمند باشه، این سوال در حقیقت از خداست که داره سوال میکنه. در حالات آقا حضرت سجاد علیه السلام هست که وقتی یک فقیری برای ایشون عبور میکردن، میخواستن پولی رو، درهمی رو یا دیناری رو به اون فقیر بدن، این پول رو اول میبوسیدن بعد میذاشتن تو دست فقیر. به حضرت عرض شد که آقا پول که بوسیدن نداره. فرمود این آیه رو که خدای متعال میفرماید هو الذی یأخذ الصدقات، خداست که صدقات رو میگیره. این پولی که شما به نیازمند میدید اول به خدا میرسه بعد به فقیر میرسه.
چیزی که به خدا میرسه و خدا قبول میکنه دوست دارم او رو ببوسم. فرمود حضرت مجتبی علیه السلام من شرم دارم از اینکه سائلی که از من سوال کرده و من مسئولم، وقتی خدا مسئول بود منو رد نکرد، سائلی که او فرستاده، من شرم دارم که اون سائل رو من رد بکنم. این کرم حضرت مجتبی علیه السلام بود با این دید به نیازمندان جامعه رسیدگی میکرد. این یه ماجرا از کرم حضرت. حتما شنیدید حضرت اموال خودش رو چندین بار در عمر تقسیم کرد، کاملا تقسیم کرد، نصف رو برای نیازمندان و نصف رو برای خودشون نگه می داشتن. این طور بود حضرت مجتبی علیه السلام. خب چون امشب شب ولادت با سعادت اون بزرگوار هست، معمولا به یک خانواده‌ای که خدا یک نوزادی میده، خصوصا نوزاد اول، یک دید دیگری والدین نسبت به این نوزاد اول دارن، چشمشون روشن میشه. امشب هم چشم رسول خدا مثل فردای روشن شد به این نوزاد سبط الاکبر و هم امیر المؤمنین و هم فاطمه زهرا. و این نام حسن یک نام آسمانی است که در روایت وارد شده جبرائیل سه تا نام را آورد، ابن سعد، محمد ابن سعد صاحب طبقات، در ترجمه امام حسن نقل کرد این سه تا نام را جبرائیل آورد، شبیر و شبر و شبر، حسن و حسین و محسن. این سه تا نام، نام برادرانه، فرزندان برادر موسی علیه السلام هارون بود که خدای متعال این سه تا نام رو برای سه تا از فرزندان فاطمه قرار داد. السلام علیک یا حسن ابن علی. از همینجا من یک سلامی رو عرض کنم به پیشگاه اون بزرگوار در قبرستان بقیع و مجلس چون شب ولادت با سعادت اون بزرگوار هست ادامه داره با مدیح سرایی و شعرخانی در رابطه با این امام بزرگوار. السلام علیک ایها السبط الاکبر، السلام علیک یا ابا محمد، یا حسن ابن علی المجتبی علیه السلام. یک شعری رو صاحب مناقب در حالات حضرت مجتبی علیه السلام نقل کرده، دو تا بیت یا سه تا بیت از این شعر عربی رو من میخونم، خیلی زیباست و شعرهای فارسی رو برادرانمون انشالله خواهند خوند. ایشون میگوید درباره حضرت مجتبی: هو علت الدنیا و من خلقت له. علت آفرینش امام حسن، ولی علت ما کانت الاشیاء من صف ماء الوحی و سلالتون. او از شفافترین آبهاست و اون آب وحی، آب زلال وحی، او سلاله است. من جوهر الینبو و ضیاء، او از یک سرچشمه نور حضرت مجتبی. من شعلة القبس التي عرضت على موسى وقد حارت له الظلماء. خیلی بلند این بیت. میگوید امام حسن از همون نوری بود که حضرت موسی در وادی ایمن اون نور رو مشاهده کرد. و علیه من سیم النبی دلالتون و علیه من نور الاله بها. انسان به چهره امام حسن که نگاه میکرد یاد رسول خدا میافتاد و این چهره یک چهره ملکوتی و الهی بود. خدایا به حق این امام همام، امام بزرگوار، امشب همه ما رو مشمول عنایات و الطاف خاصه خودت قرار بده. بیماران رو، خصوصا بیماران مورد نظر، بیماران این ویروس رو، خدایا ویروس کرونا رو شفا عنایت بفرما.
اموات و درگذشتگان، روح امام بزرگوار، شهدا، از ما راضی و خوشنود بدار به حق محمد و آله.